تعویق کنگره جهانی فدراسیون بین‌المللی والیبال که به دلیل شیوع بیماری کرونا قرار بود این کنگره جهانی که 37مین کنگرهشو می‌خواست برگزار کنه در واقع 15 تا 17 اکتبر که میشد 23 تا 25 مهر ماه خودمون در سال جاری به دلیل شیوع کرونا عقب افتاده. این کنگره قرار بود که در شهر پوکت کشور تایلند برگزار بشه که به سال 2021 در واقع موکول شد که در قرار این کنگره 27 تا 29 ژانویه یعنی 7 تا 9 بهمن ماه همین سال 99 برگزار بشه که قطعاً در این کنگره اتفاقات و برنامه‌های فدراسیون جهانی والیبال یا FIVB مورد بررسی اعضا قرار میگیره که اتفاقات و تصمیماتی که میتونه برنامه سال فدراسیون جهانی والیبال رو مشخص کنه مشتا باشه. خیلی هم عالی. خبر بعدی؟ خبر بعدی اختصاص داره به ملی پوش موفق کشورمون در فوتبال در کشور روسیه آقای سردار آزمون که در واکنش به جدایی سردار آزمون مدیر عامل زنیت بالاخره به حرف اومده و گفته آقا نه کسی میرود نه و کسی هم میآید، آقا نمیخوایم کسی رو بگیریم و کسی رو هم نمیفروشیم. عکس العملش نسبت به پیشنهادهای وست هام و لستر که اخیراً مطرح شده در رسانه ها و ناپولی هم که چند وقت پیش صحبتش بود آقای آزمون پیشنهاد داره، آقای مدودوف مدیر عامل زنیت برای بار دوم گفته که نسبت به پیشنهادهای ایتالیا و انگلیس سردار آزمون گفته که آقا فعلا تا پایان فصل هیچ بازیکنی رو ما نمیفروشیم و قصد خرید بازیکن جدیدی هم نداریم و در حال حاضر با هیچ باشگاهی هم مذاکره نکردیم و مذاکره نخواهیم کرد. حالا باید در واقع منتظر بمونیم ببینیم اول کرونا شرایطش به چه شکله، بعد فصل فوتبالی لیگ های معتبر چه خواهد شد. اون موقع باید منتظر بمونیم ببینیم در تابستان آیا پیشنهادی برای سردار آزمون به صورت رسمی برای زنیت فرستاده میشه یا در واقع اتفاق نمیفته. چیزی که واضحه اینه که سردار آزمون پیشنهادهای خوبی یقینا داره، اینکه مدیر عامل میاد و گفتگو میکنه و بیانیه میده حتما پیشنهادهای خیلی خوبی هست، ولی با این اوضاع کرونا و نصف نیمه موندن فصل و همه اینها یقینا الان همه تیم‌ها در تلاشن که مهره‌هاشون حفظ بشه، دستی بهش نخوره، اون فرصت رو استفاده کنن، فصل رو به ثمر برسونن. ان شاءالله که برای اتفاق خیلی خیلی خوب برای سردار آزمونی بیفته که انصافا خیلی تفاوت داره سردار آزمون الان با سردار آزمون چند سال پیش، پخته تر، آماده تر، سرحال تر، باهوش تر و داره بسیار خوب زحمت میکشه و شک نکنید که با این اعتماد به نفس و این تمرکزی که گذاشته رو فوتبال انشالله جایگاهش خیلی خیلی رفیع تر خواهد بود در فوتبال جهان و امیدواریم جاهای بالا بالاتر ببینیمش. خبر بعدی ابوذر. خبر بعدی که اختصاص داره به فدراسیون پزشکی ورزشی که سخنگوش آقای دکتر سعیدی گفته که تست کرونا تعدادی دیگر از ورزشکاران متاسفانه مثبت اعلام شد. آقای سعیدی که اخیراً وظیفه سخنگویی این ستاد رو هم بر عهده داره گفته متاسفانه نمونه هایی از ورزشکاری که اتفاقا ملی پوش هم بودند مثبت اعلام شده، اما نه به اندازه احسان حدادی، اینا معروف یا مشهور نیستند. البته برخی از این تعدادی که در واقع ازشون تست گرفته شده هنوز نمونه نهایی اونا اعلام نشده و علائمی در این نفرات وجود داره. بله. حالا آقای سعیدی در ادامه اومده گفته که ما 15 اردیبهشت ماه جلسه ای داریم که قراره در این نشست تصمیم گیری کنیم که ببینیم چه اتفاقاتی میفته. فعلا تا 15 اردیبهشت قرار نیست هیچ جلسه تمرینی برگزار بشه و بایدم خیلی مراقب باشم و در واقع کمک کنن که انشالله این مسئله بین ورزشکاران یه وقت شیوع کرونا رو مشاهدهش نباشیم. بله، یکی از دغدغه‌های ما همیشه همین بود که آقا ورزشکارا درگیر کرونا نشن خدای نکرده، اما متاسفانه شاهد هستیم که این اتفاق افتاده و تو رو خدا بیشتر مراقب خودتون باشین. نمیدونم چرا حالا که ادارات و برای بخشی از اقتصاد اون فعال شده اما فکر میکنن یه تموم شده دیگه، همه چی عادیه. نه، اتفاقا عادی نیست. هر روزی 1000 نفر کسایی هستن که جدیداً مبتلا شدن، یعنی روزانه 1000 تعداد بسیار زیادی، آماری که خود وزارت بهداشت داره اعلام میکنه. پس هیچ چیز تمام نشده، مراقبت ها رو به شدت باید انجام بشیم. حتی یه سری پژوهش ها داره نشون میده که فقط با شستن دست با آب و صابون هم این ویروس شاید نمیره و فقط از دست داره پاک میشه. پس هر چقدر که میگذریم تازه داریم بیشتر میفهمیم که چقدر این ویروس خطرناکه. اتفاقا نیاز به مراقبت خیلی بیشتر هست. انشالله که مراقب خودتون باشید. خبر بعدی ابوذر.
میرم سراغ باشگاه استقلال مشتاق جان و اینکه آقای اسماعیل خلیل‌زاده تکذیب کرده بازگشتش به باشگاه استقلال و گفته هیچ توافقی برای برگشتن به استقلال انجام ندادیم. توی این روزا خبرهای مبنی بر بازگشت دوباره آقای خلیل‌زاده و آقای کامران منزوی در برخی از رسانه‌ها که مطرح شده بود، آقای خلیل‌زاده عکس‌العمل نشون داده و تکذیب کرده خبر رو و گفته که اصلا هیچ توافقی صورت نگرفته. حالا به نظر میرسه که برگشت این دو نفر در حالی از ابهام قرار گرفته و باید منتظر بمونیم ببینیم آقای سعادتمند که اخیراً مدیریت باشگاه استقلال رو بر عهده گرفتن چه تفکراتی برای چیدمان مدیریتی این باشگاه در نظر گرفتن که باید با وزارت ورزش هم این چیدمان‌ها حتماً هماهنگ بشه. ببینیم که انشالله امیدواریم دو باشگاه پرطرفدار تهرانی استقلال و پرسپولیس به لحاظ مدیریتی هم ثبات لازم رو داشته باشن که طرفدارانش انصافاً حسشونه که با آرامش حداقل نتایج تیمشون رو با لذت دنبال کنن. انشالله اینطور هم بشه. خبر بعدی مشتاق جان، دو ملی پوش ارزشمند فوتبال کشورمون آقایان ابراهیمی و عزت‌اللهی، امید ابراهیمی و سعید عزت‌اللهی به یک بیمارستانی در کشور بلژیک کمک در واقع مالی انجام دادن که کاپیتان، سرمربی و اعضای تیم یوپن بلژیک که این دو ملی پوش کشورمون هم در این باشگاه عضو هستن در یک اقدامی هماهنگ اومدن بخشی از دستمزد ماه آوریل خودشون رو به این بیمارستان اختصاص دادن که میتونه در نوع خودش یک مثال بسیار خوب، یک حرکت خوبی باشه که فوتبالیستا دارن این روزا انجام میدن. کاپیتان تیم یوپن مشتاق اومده گفته که بحران بی سابقه ای رو داریم تجربهش میکنیم. درست. و ما نمیتونیم کار خاصی برای مردم انجام بدیم، شاید به لازم مالی یه ذره شرایطمون بهتر باشه، اما وظیفه داریم که حداقل تو این روزها برای مبارزه با ویروس کرونا به بیمارستان ها، مراکز پزشکی و مردم کشور خودمون و اطرافمون کمک کنیم که انشالله بتونیم این ویروس رو ریشه کن کنیم. انشالله. خیلی هم کار بسیار خوبی بود و نشون میده که به هر حال ایرانی ها هر جا که باشن حس نودوستی، حس مهربانی رو میتونن انتقال بدن. باریکالله به سعید، باریکالله به آقا امید ابراهیمی. خب خبر بعدی منم مشتاق عزیز اختصاص داره به آقای امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم سپاهان که اخیرا اعلام کردن که دیداری هم با آقای فرهاد مجیدی داشته. خب یه وقتایی این دیدارا واسه طرفدارای باشگاه استقلال یا طرفدارای باشگاه پرسپولیس که بزرگانشون با هم دیدار دارن میتونه جذاب و جالب باشه که آقای قلعه‌نویی اومده اول گفته آقا من به تیم قهرمان میخوام تبریک بگم، بعد اشاره کرده به اتفاقات بازی سپاهان پرسپولیس که برگزار نشد که گفت یه سری گلگی‌هایی از آقای جلال مرادی ناظر فدراسیون داوری داشته که گفته ما ساعتایی که اومدیم و بعد اتفاقاتی افتاد الان مستندات رو فرستادیم کمیته استیناف، منتظریم که یک رأی عادلانه صادر بشه و هر تیمی هم قهرمان شد من بهش تبریک میگم. آقای قلعه‌نویی در ادامه صحبتش اومده گفته که آقای مجیدی همین نیم فصلی که در واقع هدایت استقلال رو بر عهده گرفت با هم دیداری داشتیم، با آقای موسوی پیش من تو هتل اومدن که من اون موقع با سپاهان تو تهران مشغول آماده سازی بودیم، تیممون رو آماده میکردیم که یه نیم ساعتی تو اتاقم با هم دیگه حرف زدیم و من فرادو خیلی دوست دارم و مربیای جوانی که الان اومدن توی فوتبال کشورمون دارن فعالیت میکنن باید حمایتشون کنیم که ان شاءالله بتونن موفق باشن و فوتبال کشورمون رو به جلو ببرن و این خیلی خوبه که بزرگای استقلال مشتاق با هم رابطه خوبی دارن و این کمک میکنه که همدلی در بین بزرگا باعث اتحاد و پیشرفت باشگاه بزرگ ایران هم انشاءالله خواهد شد. این ویدئویی که منتشر شد حتی آقای قلعه‌نویی توش اومدن گفتن، مثال زدن گفتن آقا مثلا من اون سال قهرمان شدم، آقا سعید آذری که رقیب ما بود برای قهرمانی بلافاصله اول نفر بود به من زنگ زد تبریک گفت. چقدر خوبه که این رقابت‌ها به محضی که به هر حال به قول شما قهرمان مشخص شد بازی تموم میشه با هم دست بده این منش پهلوانی رو داشته باشیم، یک رقابتی تموم شده، آدما با هم دشمن نیستن و دشمن نباید باشن، همه اینا تموم میشه و هر کسی میره دنبال زندگی خودش، میره دنبال فصل بعدی مسابقات. امیدواریم هر تصمیمی به قول شما گرفته میشه یک تصمیم عادلانه بشه. هم هواداری پرسپولیس هم هواداری سپاهان دغدغه این بازی یک دغدغه‌ای هستش که شاید اصلا نگاه بین‌المللی هم بهش بشه که آقا چطور میشه همچین اتفاقاتی بیفته. امیدواریم که استیناف یه رأی منصفانه بده و تصمیم گرفته بشه. بله خبر بعدی، خبر بعدی اختصاص داره باز هم به مقوله خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که آقای علی نژاد معاون وزارت ورزش و جوانان اومده گفته یک پرونده‌ای واسه برخی از مدیرای سرخابی تشکیل شده توی سیستم قضایی که آقای علی‌نژاد گفته که هیچ جای دنیا اصلا وزارت خونه ای نمیاد در واقع باشگاه داری کنه، اونم دو باشگاه دولتی که بدون بودجه ما داریم کاراشون رو انجام میدیم. برای بحث خصوصی سازی هم الان خیلی سخت بگیر هستیم که یه سازوکار مشخصی در واقع دو باشگاه برای درآمدزایی براشون تعریف بشه که ما انشالله مشکلی نداشته باشیم. بعد روی صحبتش و قصه اصلی این خبر اینه که گفته آقا تخلفاتی که اگر در گذشته در زمان مدیریت دوستان اتفاق افتاده باشه سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی وزارت ورزش و جوانان داره دقیق اینا رو بررسی میکنه و اگر
تخلفی صورت گرفته باشه و جرمی صورت گرفته باشه، حتما این مسئله باش برخورد خواهد شد. کما اینکه الان برخی از مدیران اسبق دو باشگاه استقلال و پرسپولیس الان پرونده قضاییشون باز شده و در حال جریانه. به محض اینکه رأی قطعی بشه از طریق مراجع قضایی این آرا در واقع اعلام میشه که طرفداران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بدونن که کسایی که اگر اونجا رفتن و کمکاری کردن باهاشون به صورت جدی برخورد میشه. خیلی هم عالی. خبر بعدی؟ خبر بعدی من اختصاص داره به بحث لیگ قهرمانان آسیا و AFC کاپ. مصطفی جان که مسئولین کنفدراسیون فوتبال آسیا نگران این بحث شیوع بیماری کرونا هستن و یک جلسه اضطراری میخوان خرداد ماه با حضور اعضا برگزار کنن، که این جلسه قراره که در خصوص برگزاری یا لغو این رقابت ها تصمیم گیری بشه. گفتن اگر ویروس کرونا بحرانش فروکش کنه، احتمال این که مسابقات رو به صورت متمرکز در یک کشور برگزار کنیم خیلی زیاده، و اگر نه نتونن در واقع ویروس کرونا رو در کشور رو کنترل کنن، احتمال لغو این رقابت‌ها بسیار بالا هست و ممکنه که این مسئله در واقع باعث لغو شدن این فصل رقابت‌های 20 لیگ قهرمانان آسیا و AFC کاپ بشه. مثلا یه خبر اختصاصی هم بله بفهم. نکته‌ای داری من در خدمتم؟ نه خواهش می‌کنم بفهم. یه خبر اختصاصی هم واسه برنامه این که بعد از اعلام رأی فدراسیون بسکتبال در خصوص لیگ برتر، باشگاه شهرداری گرگان که صدرنشین لیگ برتر بسکتبال کشورمونه نسبت به این تصمیم اعتراضی دارن. یا آقای افروشه مدیر عامل باشگاه شهرداری گرگان که صحبت میکردن اشاره میکردن که ما تیم صدرنشین هستیم در بسکتبال، مشتاق تیمی هم ببازه یک امتیاز بهش اختصاص میگیره و الان شهرداری گرگان با 4 اختلاف تیم بالای جدوله و اومدن با همین رده بندی لیگو در واقع به اتمام رسوندن و گفتن هر تیمی که شرایط داشته باشه به آسیا معرفی میشه، که الان من فکر میکنم که باید یه بررسی بشه که حداقل حق تیمایی مثل شهرداری گرگان، پتروشیمی بندرعمان و تیمایی که بالای جدول هستن حداقل برای معرفیشون به باشگاه آسیا خورده نشه. حالا باید روزهای آینده ببینیم که چه اتفاقاتی در این باره در حال باید ببینیم که چه حواشی رو در بر خواهد داشت تصمیمایی که گرفته میشه. از این ور بگن مثلا آقا الان مشخص شده قهرمان 1-2-3 فلان، اینا یه سری اعتراض هست، نگم بگم بمونیم بازی کنیم، یه سری قضایی هست، هر چه که هست امیدواریم به نفع اهالی ورزش باشه و یک تصمیم درستی گرفته شد.